مشکلات داخلی ما باید حل بشه. ولی یک پدر باهوش وقتی میبینه در همسایگی او دزد و دشمن وحشی وجود داره، به بچه های خودش میگه بچه ها صبر کنید، من این دشمنان بیرونی رو بزنم، میایم اینجا همه چی رو آباد میکنیم. ما واقعا زندگیمون گره خورده به مظلومین همه دنیا و این مطلبی است که باید فهم کرد، باید آموزش داد. اگر آموزش و پرورش نتونه این رو به کودکان ما آموزش بده که در این 40 سال نتوانست آموزش بدهد، باید این آموزش و پرورش رو تعطیل کرد. چرا یک جوان یهودی صهیونیست باید بیاد جلوی دوربین بگه همه دنیا مال ماست؟ اینهایی که در خانه هاشون زندگی میکنن آریتی هستن، ما هر لحظه بخوایم اینها رو بیرون میکنیم. ما قوم برگزیده هستیم، به دروغ یک دین تحریف شده و یک دین غیر انسانی رو ترویج میده. ولی دانش آموز ایرانی چه باید بگوید که نمیگوید؟ آموزش و پرورش، شورای عالی انقلاب فرهنگی، شورای عالی آموزش و پرورش که تاکنون در این 40 سال وظیفه خود را قطعا انجام نداده اید. هر دانش آموز ایرانی باید بگوید همه مظلومان جهان منتظر ما ایرانی ها هستند تا آنها را نجات بدهیم. حوزه علمیه، اگر هر بچه مسجدی این جملات را نگوید و از عمق جان باور نداشته باشد در مقابل آن جوان صهیونیستی که خاخام‌ها او را تربیت کردند، شما رسالت خود را انجام نداده اید. و آن این است که هر جوان مذهبی بگوید من تا جهان را آزاد نکنم آرام نخواهم گرفت.